معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی امروز در مراسم گرامی داشت از 18 دسامبر روز جهانی مهاجرین در کابل ایالات متحده را به اوضاع نابسامان کنونی کشور متهم می‌سازد و می‌گوید که ایالات متحده باید در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان سهم بگیرد. نړیوالو بل خصوص دی آمریکا وظیفه ده چې افغانستان په اقتصاد کې بیا فعال ونډه واخلي او د افغانستان اقتصاد بیا ورغوي، ځکه چې په دې شلو کالو کې چې زموږ اقتصاد خرابه که دوی خرابه که اوس د دوی دا وظیفه ده چې بیرته افغانستان ته راسي او د افغانستان په اقتصادي چارو کې فعال ونډه واخلي. این مقام بلندپایه امارت اسلامی همچنان ایالات متحده را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌سازد. د دوحه د قرارداد د صلح د قرارداد په اساس امریکا دې ته متحده و چې باید د خارجي عسکر و چې اخري عسکر له افغانستان ووزي، امریکا باید آینده اسلامي نظام په رسمیت وپیژني، خپل سفارت دلته خلاص کړي. در همین حال مقام های امارت اسلامی بحران مهاجرین افغان را میراث جنگ 40 ساله افغانستان می دانند و از جامعه جهانی می خواهند که برای جلوگیری از این بحران با افغانستان کمک کنند. می خواهیم که هنوز هم امرای ما کمی حوصله داشته باشند تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شده و که زمینه اقتصادی هم فراهم گرده و افغان ها پس به خانه خود بر می گردند. هر اقت سا چه پی کم لحظ منده سنگه دو کم لار نتاس افغانستان سرا دو کمک یا دو صحت پا برخه کیوی، اگه که دو زراعت پا برخه کیوی، دو تعلیم پا برخه کیوی، دو آباده پا برخه کیوی، اگه دو خوراک پا برخه کیوی، اگه دو البسه پا برخه کیوی، باید موس را همه هنگ بی. در این مراسم مقام های امارت اسلامی از کشورهای منطقه خواستند که با پناهجویان افغان بر بنیاد اصول و قوانین جهانی برخورد کنند.